آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور در پژوهشگاه صنعت نفت با توانمندی های این صنعت بسیار مهم و پیچیده از نزدیک آشنا شدند. در این نمایشگاه توانمندی‌های صنعت نفت در بخش‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به نمایش گذاشته شده بود. در بخش شرکت ملی نفت ایران، توانمندی‌های متخصصان، محققان و کارکنان این شرکت در زمینه‌های حفاری، اکتشاف، تولید، صادرات و جهاد خودکفایی ارائه شده بود. تهیه و تدوین دانش فنی و ساخت سیستم سطحی نمودارگیری چاهای نفت و گاز، تولید ابزار و تجهیزات بسیار حساس و پیشرفته حفاری، بکارگیری روش‌های نوین افزایش برداشت به خصوص در میادین مشترک نفت و گاز، توسعه ناوگان دستگاه‌های حفاری در خشکی و دریا، ساخت 7 دستگاه دکل حفاری در داخل با 7.5 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی، تجهیزات سرچاهی و درونچاهی از جمله توانمندی‌هایی بود که در نمایشگاه صنعت نفت مورد بازدید رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت. این اسلاید در اصل روند تولید ما از تمام میادین عمده کشور و تک تک میادین این سیر طبیعی عمر اوناست که داریم. خط قرمز ما خط کف این کمترین هزینه است که اگر بکنیم. تک تک این هزینه بالا بردن ضریب زیاد برداشت ماست که میتونیم در مقاطع سرازیر شدن روند تولید با هزینه کردن، فناوری و کیفیت نیروی انسانی اینا رو ارتقا بدیم. الان در کشور این 4 روشی است که در اجرای زیاد برداشت انجام میدیم که عملاً تزریق گازی است که حتماً به سمع شما رسیده و در جریان هستین. حضرت آیت الله خامنه ای به هنگام بازدید از نمایشگاه در ارتباط تصویری مستقیم با متخصصان شاغل در میدان گازی سردار جنگل در دریای خزر، کار و تلاش آنان را بسیار با ارزش دانستند و اظهار امیدواری کردند که این فعالیت‌ها زمینه ساز رضایت الهی و سرافرازی بیشتر ملت ایران شود. این جانب رئیس عملیات حفاری شرکت نفت خزر در دکل حفاری نیمه شناور امیرکبیر مستقر در آب‌های دریای خزر افتخار دارند. موفق به کشف ساختار هیدروکربنی در آب‌های دریای خزر گردیده‌اند. به حضرت عالی و کلیه مسئولین و هیئت همراه خوش آمد میگویم. جهت استحضار عمق این بخش از بستر خزر که سکوی حفاری امیرکبیر مشغول به فعالیت میباشد حدود 700 متر بوده. در سال جهاد اقتصادی طبق فرمایشات حضرت عالی و به همت فرزندان این مرز و بوم محقق شد. بسم الله الرحمن الرحیم. به شما و همه همکارانتون و دوستانتون در اون منطقه حساس با کار دشواری که دارید انجام میدید خسته نباشید عرض میکنم. کارتون بسیار با ارزشه. انشاءالله که هم ملت رو خوشحال و مسرور میکنید، هم خدای متعال رو راضی میکنید. به همه دوستان و همکارانتون سلام میرسونم. در بخش توانمندی‌های شرکت ملی گاز نیز نمایش خطوط انتقال گاز در کشور، ساخت تجهیزات توربین‌های گازی، بومی‌سازی و توسعه دانش فنی طراحی و ساخت توربین گازی 25 مگاوات، طراحی و ساخت دستگاه کنترل و مانیتورینگ ایستگاه‌های گازی ارائه شده بود. رهبر انقلاب اسلامی هنگام بازدید از توانمندی‌های شرکت ملی گاز ایران اظهار امیدواری کردند که هر چه زودتر زمینه طراحی و ساخت پالایشگاه ملی در کشور فراهم شود. طراحی پالایشگاه و همون در حقیقت لیسانس پالایشگاه ها رو یک برنامه 5 سال پیش شروع کردیم با پژوهشگاه و قطبای علمی دانشگاهیمون که انشالله بتونیم طراحی پالایشگاه ها که شامل بخش های شیرینسازی، نمزدایی، بخش های مایعات گازیش و گوگرد زدایش باشه تماما توسط لاینسیز داخلی انجام بشه. من انشالله قول میدم به شما تا ظرف 5 الی 6 سال آینده ما کاملا در زمینه طراحی و ساخت و بهره برداری. من میبینم در چهره این آقایون که زودتر هم میتونن انشالله انجام بدن. دستاوردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی بخش دیگری از نمایشگاه توانمندی های صنعت نفت بود. امروز هم که آقای وزیر گزارش فرمودن 54.5 میلیون تومان و برنامه 5 ساله اینه که انشالله به 100 میلیون تومان برسیم. البته پتروشیمی چون باید به دنبال نفت بره و گاز بره اینا، خب بیشتر توسعه ما تو دو منطقه اصلیه و ماشره که به عنوان دو تا هاب پتروشیمی هستش. یه چیزی که نمونه است و در دنیا سابقه نداره خط اتیلن مرکز اتیلن غرب کشور ماست که 10 تا استان کشور رو به هم وصل می‌کنه از اصلیه تا تبریز در واقع ادامه خواهد داشت.
در این بخش ضمن ارائه زنجیره محصولات پتروشیمی، توانایی متخصصان صنعت نفت در خنثی‌سازی پروژه تحریم بنزین تشریح شده بود. دستیابی به 25 دانش فنی در حوزه پتروشیمی و برنامه‌ریزی برای دستیابی به 50 دانش فنی و ساخت تجهیزات صنایع پتروشیمی از جمله موارد ارائه شده در نمایشگاه بود. در بخش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت‌های پالایش نفت ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و مدیریت پژوهش و فناوری توانمندی‌های خود را ارائه کرده بودند. از 9 پالایشگاه موجود با ظرفیت 1,070,000 بشکه 7 پالایشگاه رو ما داریم افزایش تولید میدیم و ارتقای کیفیت. این نقشه راه ما هست که از سال 88 البته شروع کردیم نقشه راه رو و در سال 90 بعد موجود هست. در سال 91 93 برنامه 5 و چشم انداز. اگر ما این بحث اجرای هدفمند کردن رو نمی داشتیم، امروز در این نقطه که سال 90 119 میلیون لیتر بعد داشتی بنزین مصرف می‌کردیم، در حالی که میانگین تا امروز 60، یعنی درست 60. ارائه مراحل ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس و چند پالایشگاه دیگر، عملیات بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها، ساخت و نصب بلندترین برج پالایشگاهی به ارتفاع 104 متر، احداث اولین واحد تولید پروپلین در صنایع پالایشگاهی و طراحی و ساخت واحد بنزین‌سازی ایزومریزاسیون تحت دانش فنی و نیز تلاش‌های صورت گرفته برای مقابله با تحریم از جمله دستاوردهای صنعت نفت بود که در این بخش به نمایش گذاشته شده بود. قاطع عرض میکنم تحریم ها برای ما واقعا یه فرصت شد و تونستیم بر اساس همین تحریم ها واقعا این نظام رو طراحی بکنیم. نظامی که طراحی شده 3 سال هم تقریبا عملیات شده که بخشش رو ملاحظه فرمودین محصولاتش. در بخش دیگری از این نمایشگاه، پایلوت پالایشگاه گاز با نشان ملی به نمایش درآمده بود. مسئولان شرکت ملی گاز به هنگام بازدید رهبر انقلاب اسلامی از طراحی و ساخت نخستین پالایشگاه گاز داخلی در آینده نچندان دور خبر دادند. توربو کمپرسورهای ساخت داخل به عنوان قلب ایستگاه‌های گاز یکی دیگر از بخش‌های مهم نمایشگاه صنعت نفت بود. این پالایشگاه گاز ملی با استفاده از توان مهندسی داخلی، دانش فنی که پژوهشگاه و شرکت گاز توامان با هم در رابطه با حذف گوگرد دارن و مهندسی معکوس بعضی از دانش فنی‌هایی که تو پالایشگاه گاز مورد استفاده قرار میگیره، ان شاء الله در آینده نزدیک ما بتونیم یک پالایشگاه گاز از الف تا یک داشته باشیم. واحدهای نیمه صنعتی تولید اکسیدهای فلزی نانو ساختار و تولید نانولوله‌های کربنی و همچنین فناوری GTL آخرین بخش از نمایشگاه صنعت نفت بود که مورد بازدید رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت. در ابتدای ورود رهبر انقلاب اسلامی به پژوهشگاه صنعت نفت، آقای قاسمی وزیر نفت گزارشی از ذخایر منابع نفت و گاز کشور، وضعیت تولید نفت، ازدیاد برداشت و توسعه میادین مشترک، روند اجرای فازهای مختلف پارس جنوبی، ساخت پالایشگاه‌های جدید و خصوصی سازی در بخش نفت بیان کرد. وزیر نفت گفت تا به امروز 191 میدان نفتی و گازی در کشور کشف شده است که در این میادین بیش از 300 مخزن وجود دارد. وزیر نفت همچنین با اشاره به روند اجرایی 20 فاز پارس جنوبی گفت در سال آینده 6 فاز پارس جنوبی به بهره برداری خواهد رسید که 200 میلیون متر مکعب گاز به تولید کشور افزوده خواهد شد. آقای قاسمی با اشاره به تولید 54.5 میلیون تن محصولات پتروشیمی در کشور خاطر نشان کرد این ظرفیت تا 3 سال آینده به 117 میلیون تن خواهد رسید. رهبر معظم انقلاب اسلامی سپس در جمع مسئولان، مدیران و کارکنان صنعت نفت و گاز فعالیت‌های برجسته و ارزشمند این مجموعه را جزو افتخارات ملت ایران خواندند و با اشاره به بازدید خود از طرح‌های توسعه پارس جنوبی در اصلویه در فروردین سال جاری افزودند پایان سال جهاد اقتصادی همانند آغاز آن با حضور در مجموعه‌های مرتبط با صنعت نفت و گاز همراه شد و این نشان دهنده تأثیر بسیار حساس و عمیق و نقش آفرینی ممتاز این مجموعه در حرکت و جهش اقتصادی کشور است. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه کشور و مسئولان به مقوله نفت خاطر نشان کردند
بر اساس برنامه توسعه، نفت باید از منبع درآمد و محل تأمین بودجه کشور خارج و به منبعی برای پیشرفت و اقتدار اقتصادی ایران تبدیل شود و مسئولان باید این سیاست صحیح و مدبرانه نظام را با قوت ادامه دهند. ایشان خرج کردن درآمدهای نفتی برای کارهای روزمره کشور را غیر عاقلانه و ضرری حقیقی دانستند و افزودند باید درآمدهای نفتی را به عنوان ذخایر و میراث کشور و ملت به سرمایه‌ای ماندگار تبدیل کنیم که در این صورت منابع و ذخایر نفتی واقعاً به نقطه قوت کشور تبدیل خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی تشکیل صندوق توسعه ملی را تدبیری مهم برشمردند و افزودند بر اساس قانون برنامه پنجم باید حداقل 20% درآمد نفتی هر سال به این صندوق واریز و صرف تولید و صنعت شود که خوشبختانه این کار شروع شده و باید ادامه یابد. حضرت آیت الله خامنه ای درآمدهای نفتی را در وضع فعلی نقطه ضعف غالب کشورهای تولید کننده نفت خواندند و افزودند کشورهایی که نفتشان را بر اساس نیاز و سیاست‌گذاری کمپانی‌های غربی می‌فروشند و تلاشی برای دستیابی به دانش پیشرفته و صنعت بومی انجام نمی‌دهند، شاید جیب حاکمانشان پر شود اما سودی حقیقی به دست نمی‌آورند، چرا که روزی که نفتشان تمام شود فقط یک کشور بایر و غیر آباد هستند. رهبر انقلاب اسلامی در تشریح ابعاد نتایج تبدیل مقوله نفت به نقطه قوت کشور افزودند لازم است به گونه ای عمل کنیم که در هر موقعیت هر گونه تصمیم گیری درباره میزان تولید و فروش نفت به دست خودمان و بر اساس منافع خودمان انجام شود، که البته در این مسیر تا حد زیادی پیش رفته ایم و انشاءالله این هدف در آینده به طور کامل محقق خواهد شد و جمهوری اسلامی در این زمینه نیز به الگویی برای دیگر کشورها مبدل خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با تشکر از فعالیت‌های جهادی و انصافاً تحسین برانگیز دانشمندان، پژوهشگران، مسئولان و کارکنان مجموعه نفت و گاز خاطر نشان کردند ایران از لحاظ مجموعه ذخایر نفت و گاز در جهان اول است و باید به همت و تلاش بیشتر فعالان این صنعت از لحاظ سطح دانش و فناوری نیز به عالی‌ترین حد برسد و در جایگاه اول قرار گیرد. ایشان با تاکید بر اهمیت پژوهش و تحقیق در پیشرفت علم و فناوری در صنعت نفت و گاز، استفاده مدیریت شده از ظرفیت همه مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور را مؤثر و مهم خواندند و افزودند به گونه ای عمل کنیم که هر آنچه صنعت نفت و گاز متکی به آن است در داخل تولید شود. حضرت آیت الله خامنه ای تکیه بر نوآوری و ابتکار را باعث نوعی جهش در صنعت نفت و گاز و زمینه ساز ارتقای دانش جهانی در این عرصه دانستند و خاطر نشان کردند. همچنان که تجربه جوانان کشور در برخی عرصه ها نشان داده است، استعداد شکوفنده و فیاض جوانان ایرانی تحقق کامل شعار ما می توانیم را در هر عرصه ای امکان پذیر می سازد و فعالان صنعت نفت در افق نگاه خود چنین چشم‌اندازی را ترسیم کنند. رهبر انقلاب اسلامی همچنین استفاده صحیح و برنامه ریزی شده از ظرفیت همه صنایع کشور را شتاب بخش پیشرفت صنعت نفت و گاز خواندند. تلاش کامل برای استفاده از ظرفیت میدانهای مشترک نفت و گاز از دیگر نکاتی بود که حضرت آیت الله خامنه ای در جمع مسئولان، مدیران و کارکنان این صنعت مورد تاکید قرار دادند. رهبر انقلاب اسلامی در پایان بازدید از پژوهشگاه صنعت نفت که بیش از 3 ساعت به طول انجامید با ابراز خرسندی فراوان از نتایج تلاش‌های فعالان صنعت نفت و گاز ابراز امیدواری کردند. تلاش و شوق و نشاط روزافزون این مجموعه زمینه‌ساز دستیابی به اهداف بزرگ کشور و ملت شود.